یه سلام میکنم به شما فالوورهای عزیز پیج الپیک فارسی و کانال یوتیوب پیج الپیک فارسی دوستان برای اینکه بخوایم بیایم اتصال پیدا بکنیم از طریق ویندوز به ساختارهای لینوکسی و سرورهای لینوکسی راهی مختلفی وجود داره حالا راجبش توی دورم هم داخل وبسایت دارم صحبت میکنم یه بحث جذابش رو میخوام اینجا بهتون بگم راهی مثل سی ام دی و پوتی و بیت وایس وجود داره و ابزارهای دیگه ولی خب بیت وایس یه چیز باحاله اونم اینه که به شما این امکان رو میده که بتونید بیاید هرچی فرمان دارید اجرا میکنید رو یه جا کپچر بکنید و مثل این فایلی که الان دارید میبینید فرامینی که من اومدم تو ترمینال زدم توی های مختلف رو به من نشون میده و به هم میگه چیکار کردم خب برای اینکه این کارو فعال بکنید تو قسمت آپشنز تو قسمت ترمینال بچا وارد که میشید یه قسمت رکوردینگ رو به شما میده این رکوردینگ فقط کافیه شما بیاید و بهش یک مسیر بدید و مثلا من بهش یه پریفیکس هم میدم میذارم لینوکس این رو من اینجا میذارم ترمینالم رو باز میکنم من حالا لاگین میکنم مجدد به سرورم و با آدرس حالا میشه پسوردی که دارم به یکی از سرورهای که هست یه ترمینال باز میکنم به محض اینکه این که ای ترمینال من باز میشه این فایل برای من اینجا اجرا میشه من هر کامندی رو که اینجا بزنم این میاد و برای من عین همین اونجا کپچر میکنه. یه نکته جذاب دیگه هم بهتون میگم. شاید فونتتون بچا انقدر کوچیکه که نتونید درست حسابی از این بیت وایس استفاده بکنید. روی این چرخ بزنید. برید توی قسمت پراپرتیز. اینجا میتونید بیاید سایز فونت کنسولتون رو در لحظه عوض بکنید و همونجوری که مشاهده کردین الان مثلا سایز فونت 20ش عالیه و من راحت میتونم ازش استفاده کنم. خب من اینو میبندم، صفحه‌مو که میبندم، لاگات که میکنم. میتونم بیام دقیقا این فایل رو باز بکنم و هر آن چیزی که تایپ کردم رو به من نشون میده امیدوارم از این چیزها استفاده بکنید برای ضبط کردن مراحل کاری که دارید انجام میدید موفق باشید